بازاریان به خیابان ریختند، قیمت‌ها هم سیر صعودی شدید دارد. آیا نارضایتی اقتصادی چشم اسفندیار جمهوری اسلامی می شود؟ سلام بر شما و خوش آمدید به این برنامه. بازار ملتهب است. بازار به هر دو مفهوم، هم محل داد و ستد هم در کل اقتصاد کشور، دچار مشکل و سردرگمی است. قیمت اغلب اجناس تحت تاثیر قیمت ارز در حال صعود است. بازاریان ناخرسند از این وضعیت، مغازه ها را بستند و به خیابان ریختند. شعارها از شعارهای اقتصادی بلا فاصله رسید به شعارهایی در اعتراض به عملکرد منطقه‌ای ایران و در کل نظام کشور. در این وضع همین یکی دو روز پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه که به اتاق بازرگانی دعوت شده بود هشدار داد. هدف نه دیگه نظام جمهوری اسلامیه، نه دولت آقای روحانیه، هدف ایرانه. این ایرانه که برای بعضی اهداف و تمایلات مانعه. و اضافه کرد که شکست برجام برای ایران خطرناک است. حرفایی که عده‌ای میگویند ترساندن مردم از خواستن تغییر است. با همه اینها امروز میپرسیم چقدر این خطر جدی است؟ آیا جمهوری اسلامی حالا در موقعیتی قرار دارد که نگران موجودیتش شود؟ در برنامه امروز با مهمانانی صحبت میکنیم از نقاط مختلف جهان. حسین ابن یوسف، کارشناس بین المللی انرژی از واشنگتن با ماست. هادی کهالزاده، کارشناس اقتصاد سیاسی از بوستون، و آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی از ازمیر. خوش آمد میگم به هر سه آقایون. از آقای ابن یوسف شروع میکنم. آقای ابن یوسف، به نظر شما آیا الان وضعیت اقتصادی ایران در موقعیتی هست که اون رو بحرانی بدونیم؟ میدونیم که به هر حال کشور ایران مسائل اقتصادی متعددی ظرف سالهای گذشته داشته، هر بار یک بحران رو از سر گذرونده. با درود به شما و میهمانان ارجمند و بینندگان محترمتون، من سخن خودم رو محدود به نفت و درآمدهای ارزی نفت و تأثیرش روی اقتصاد کشور سعی میکنم بذارم. برگشتن تحریم‌های اقتصادی مسلماً بسیار برای کشور و هم میهنان ما در ایران دشوار خواهد بود، اما واقعیت این هست که در شرایط کنونی ما روزانه چیزی حدود 2.5 میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم و قیمت نفت هم حتی از هفته گذشته، از جمعه گذشته که تولید کنندگان نفت اوپک و روسیه تصمیم گرفتن سطح تولید رو بالاتر ببرن، حتی افزایش هم پیدا کرده. تازه گهگاه ما تولیدات بیشتر هم از انبارهای موقتمون داریم. مثلا ماه گذشته ما 9 میلیون بشکه حدوداً نفت بیش از اون میانگینی که عرض کردم در مجموع در ماه گذشته فروختیم. بنابراین از نظر حجم تولید و درآمدهای ارزی الان ایران حتی از هفته گذشته در شرایط مناسبتر و بهتری هم قرار گرفته. بله، عکس العمل‌های ما در شرایط کنونی نباید بر مبنای یک تحلیل مقطعی باشه به گمان من. بسیار خوب. اجازه بدید از آقای کهالزاده بپرسم. آقای ابن یوسف، با توجه به اینکه امروز اتفاقا آقای روحانی حرفای بسیار مشابه حرفایی که شما الان مطرح کردید زده، در نشستی که با سران سه قوه بوده، گفته که مردم رو بعضی از آینده ناامید و نگران کردن، گفته آیا اجناس در بازار کم شده، آیا درآمدهای ارزی و ریالی ما کم شده، گفته نسبت به سه ماه نخست پارسال 50% درآمد ما افزایش داشته، مخارجمون 44% فقط افزایش داشته، بنابراین وضع ما خوبه. آقای کهالزاده، پس مشکل از کجا میاد؟ آیا نگرانی از وضعیت بانکی هست؟ آیا این پولهایی که از فروش نفت حاصل ایران میشه نمیتونه به کشور برسه؟ مشکل الان دقیقا کجاست؟ پیروی صحبت آقای ابن یوسف باید بگم که ما پیش بینی میشه کرد که تا پایان سال چیزی نزدیک به 90 میلیارد دلار ما درآمد ارزی داشته باشیم و مصارف ارزیمون هم 70 میلیارد دلار باشه. اگر تحریم‌ها رو حساب بکنیم بعد مصارف منابع ارزیمون با همدیگه یکسان بشه. مشکل این هستش که مشکل در خارج از این نظام
بودجه دولتی هست و ما حداقل در پایان سال 96 میدونیم که نزدیک به 46 میلیارد دلار ارز از بازار ایران جمع شده، گفته میشه 20 میلیارد دلار به داخل خونه ها رفته و نزدیک 20 تا 25 میلیارد 25 تا 26 میلیارد دلار ارز رو یا صادر کننده و یا مردم به کشور برنگردوندن یا خارج کردن. بنابراین ما یک شکاف اینجا داریم. بس نگرانی روانی هست و ریشه‌اش ریشه سیاسی از دیمان 96 به بعد مشاهده یک سری اقدامات نادرست، سیاست نادرست دولت بودیم و به هر حال یک جریانی هم به دنبال زمین زدن دولت آقای روحانی هست. آقای روحانی در برابر دو تا جریان داره مقابله میکنه، یک مخالفین خارجیش داخلش هستن که به دنبال استفاده از فرصت تحریم ها برای تثبیت قدرت خودش هستن و یک هم جریان خارجی هست که به دنبال سرنگونی مجموعه جمهوری اسلامی هست. خب دقیقا سوال من همینجاست، اجازه بدین از آقای آذرلو بپرسم، ایشون هم وارد این بحث بکنم. با این سوال با این هر دو گروه برخورد میکنه و این نگرانی رو تشدید میکنه که هیچ توانی برای مدیریت بحران نداره. نه واقعا آخه بحث این هست، الان اتفاقا بحث ما در این برنامه دقیقا این هست. آقای آذرمی به نظر شما آیا این یک مشکل هست که دولت رو هدف قرار میده یا یک مشکل هست که کل نظام ایران رو الان در واقع مسئله کل نظام ایرانه و کل نظام ایران هست که باید براش یک راه حلی پیدا بکنه؟ ببینید من یه ذره اگر اجازه بدیم موضوع رو بازتر بکنم. این بحث اعتراضات و مشکلات در واقع معیشتی مردم که موجب شد در واقع در دیماه این شروع بشه و خیابانی بشه، الان قشرهای دیگر رو میبینیم، اینها شاید از یکی دو سال قبل اگر به در واقع محافل تخصصی اقتصادی و رسانه‌های اقتصادی کشور نگاه بشه، بحران‌های ناشی از ابرچالش‌های اقتصادی که ایران باش مواجه هست، فارغ از هر گونه تحریم و وضعیت بین‌المللی و وضعیت خارجی، هشدار داده شده بوده توسط اقتصاددانان طیف‌های مختلف. ایران با ابرچالش‌های داخلی مواجه هست که ناشی از 5 دهه سیاست‌گذاری نادرست اقتصادی در حوزه‌های مختلف است. ما ابرتورم داریم، یعنی تورمی که به صورت مزمن در واقع دو رقمی بوده در 20-25 سال که تقریبا بی سابقه است در کشورهای دنیا، جزء 10 کشور اول دنیا هستیم از این نظر که ناشی از رشد نقدینگی بالایی بوده که باز بالای 25% رشد نقدینگی داریم. من امروز که نگاه میکردم این هم جزء در واقع 5 کشور بالای دنیا از نظر رشد نقدینگی هست ایران در یه دوره بلند مدت. اینها تماما یه سری در واقع معضلات برای اقتصاد ایران آورده، سیستم نادرست مدیریت ارزی، سعی و خطایی که ما الان داریم می‌بینیم، دوره‌های قبل تکرار شده، دقیقاً سناریویی که داره الان تکرار میشه سناریوی بعد از سال 91 هست. دقیقاً آقای آذرمی بحث این هست، بحث این هست که آقای روحانی با یک تیمی سر کار اومد که خودش مدعی بود بهترین تیم اقتصادی تاریخ مملکت هست، افرادی که هستن همه به قول معروف لوژیونر هستن، آدمایی هستن که 3 دهه 4 دهه تجربه کار اقتصادی در حد کلان دارن. اگه اینها نمیتونن این مشکل رو حل بکنند واقعا چه کسی میتونه؟ ببینید من موضوع رو افتراق سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاست‌ورزی می‌دونم. الان حالا ما در جلسات داخلی دولت نیستیم، منتها نشانه‌هایی که تو رسانه‌ها ما داریم می‌بینیم این هست که به نظر میاد شاید بخش اعظمی از اون مشاوران و حتی وزرای بخش اقتصادی آقای روحانی هم با سیاست‌ها به ویژه در حوزه ارز موافق نیستن. ایشون امروز اعلام کرده که اقتصاددانان میگن انتظارات تورمی، من این رو میگم جنگ روانی. یعنی نشون میده که ایشون در واقع به حتی به حرف اطرافیان خودش که متخصصان اقتصادی هستن که در محافل علمی ایران بسیاریشون در واقع شناخته شده هستن و آدمهای معتبری هستن، گوش نمیده. و این هم مسبوق به سابقه است، سیاستمداران در ایران از دهه 50 شمسی در واقع گوش نکردن به هشدارهای اقتصاددانان. یکی از دلایل در واقع بروز انقلاب 57، حالا وارد اون نمیخوایم بشیم، اما ریشه های اقتصادی هست، در واقع سیاست گذاری های اقتصادی نادرست دهه 50 اقتصادی، و این همینطور ادامه پیدا کرده. الان ایران به یه وضعیتی رسیده از نظر داخلی، بحران های شدید اقتصادی داره، نیاز به یه در واقع جراحی های اقتصادی بزرگ داره، در کنار اون فشار تحریم ها و فشار خارجی هم وضعیت رو بحرنج تر کرده. یعنی اگر ما حالا بخوایم این دوستا بحث فوتبالی هست، ما گل به خودی هم خوب میزنیم، اگر که فشار در واقع دشمن هم زیاد هست تیم مقابل، ما هم خودمون داریم گل به خودی. صحیح. آقای کازر نظر شما چی هست؟ آقای واقعا میشه گفت که الان این یک معضلی هست که کل نظام رو ممکن هست تهدید بکنه؟
این که یک نقطه عطفی در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی هست در شک نیست، یعنی اگر ما 3-4 تا نقطه عطف داشته باشیم، یکیش این حوادث سالهای اخیره که عملا نیروهای رسمی نقش و توانی برای تغییر نخواهند داشت و ما شاهد یک تحولات جدیدی خواهیم بود، حالا قبل از جانشینی آقای خامنه ای یا بعد از اون مشخص نیست، ولی در یک ترنینگ پوینت نقطه عطفی قرار داریم. مجموعه حاکمیت در چندین بحران همزمان وجود داره، ظرفیت لازم برای سیاست گذاری و حل مسئله نداره و به عبارتی در داخل نیروی مجموعه حاکمیت یک جنگ داخلی است که برای اولویت اصلیشون نه توسعه و تدبیر امور و مدیریت اقتصاد کشور، بلکه در حقیقت رقابت سیاسی است. و یک دولتی هم داریم که دولت تغییر نیست، دولت وضع موجوده با مدیران خسته عدم ناتوان برای تغییر یا کسایی که میخوان وضعیت موجود حفظ بکنن. بنابراین ممکنه که دولت رو این شرایط به زمین بزنه و من نمیدونم که واقعا آیت الله خامنه این چون بر اساس سنتایی که داره عمل میکنه و معمولا دولت مستقر رو سعی میکنه نگه داره هرچند که باش موافق نباشه، ولی نشانه هایی از این هستش که سپاه پاسداران مجموعه نیروهایی که دولت در سایه به عبارتی گفته میشن به دنبال تغییر دولت هستن. اما اینکه آیا واقعا این تبدیل خواهد شد به یک تهدید برای تغییر نظام سیاسی، من مطلقا فکر نمی‌کنم اینجوری باشه، به دلایل مختلفی که میتونیم در موردش بحث کنیم. در مورد تغییر دولت رحیم صفوی هم دیروز پریروزا گفته که به نظر میرسه که اصلا نباشه دولت گاهی کار ما بهتر پیش میره یا مملکت بدون دولت راه هم بهتر اداره میشه. چقدر این آقای کلزره در این مرحله شما جدی میبینید که در واقع دولت آقای روحانی واقعا برکنار بشه یا مجبور به کنارگیری بشه؟ ما اطلاعاتی، یعنی من حداقل اطلاعاتی ندارم، ولی میشه تحلیل کرد که حداقل این که شما پشت حتی گمانه‌زنی هایی میشه در مورد اتفاقای دیروز، مردم عصبانی هستند و ما میدونیم که نه آلترناتیو گفتمانی وجود داره، نه آلترناتیو سیاسی وجود داره و نه دستگاه و دستگاه سرکوب خیلی هوشمند در حقیقت سیستم توانایی سرکوب و اقتدار خود شد قدرت سرکوب رو داره. بنابراین شاید تنها گفتمانی که میشه این بحثه که فردی که از مردم خسته‌ای که میبینن تدبیر و امید دیگه رنگ باخته و نشون براشون مشکلات رو حل نمیکنه، شاید یک دیکتاتوری نظامی یا در حقیقت کسی که دیکتاتور باشه و بتونه به دنیا معامله بکنه و مشکلات حل بکنه مطلوب باشه برای مردم. به نظرم میدهید تلاش های شروع شده که آقای خامنه‌ای مجاب بشه که آقای روحانی رو با عدم کفایت سیاسی برکنار بکنه، ولی اینکه چقدر این به نفع مردم باشه و جامعه باشه من حقیقتا تردید دارم و فکر میکنم در مجموع به نفع منافع ملی ایران نیست و الان نیروهای سیاسی بعد از دولت مطالبه بکنم و دولت تحت فشار قرار بدم به تعهداتی که داده عمل بکنه، برنامه روشن داشته باشه، تغییراتی در داخل کابینه خودش داشته باشه و مشکلات موانعی که داره. ببین دیروز تا این هفته گذشته 33,000 میلیارد تومان پولی که دولت در سایه در مؤسسات مالی اسراف کرده، بانک مرکزی آقای روحانی پول چاپ کرده و این یعنی 250 هزار میلیارد تومان خلق پول و مسئولش و یه بخشش هم یعنی همش میشه گفتش که دولت در سایه است، ولی آقای روحانی منفعل اختلاف داخلی در دولت داره، نمیتونه موانع رو بگه و انگار که به دنبال حل مسئله نیست، وزراش بهش دسترسی ندارن و همه اینها این تدبیر و امید شعارش به گفتمان جایگزینش که میگفت تدبیر و امید میتونه مشکلات حل بکنه نشون میده که مردم دارن این برداشت رو دارن که داریم به سمت تحریم‌های بزرگی میریم و تدبیر و امید وجود نداره. آقای ابن یوسف، بحث روانشناسی عمومی در اقتصاد خود شما بهتر از همه میدونید که خیلی بحث تاثیرگذاری هست. لازم نیست که مردم روی خیلی مجاب بشن، همینقدر که بترسن، همینقدر که فکر کنن باید پولشون رو تبدیل به ارز بکنن، همه اینها تاثیرات اقتصادی شدید ممکن هست بگذاره. فکر میکنید که چه اشتباهی در کار هست که این تصحیح نمیشه؟ هر چقدر آقای روحانی میاد میگه که این مشکل جدی نیست، مشکل امروز نیست، قبل از عید به مردم گفت دلار نخرید، الان مردم باید دو برابر اون قیمت دلار رو بخرن، خب طبیعی هست که مردم سخت میتونن به یک همچین سیاست مداری اعتماد بکنن. خب مشکل این هست که اطلاع رسانی درست واقعا انجام نگرفته در زمانی که باید، در زمانی که باید این کار انجام میگرفت. اما عرض کردم اگر به راستی درآمدهای ارزی ایران و درآمدهای نفتی ایران
در همین سطح فعلی هم نبود، خب شرایط مسلما دشوارتر میشد. ایشون اتفاقا برنامه بسیار موفقی رو توانست پیاده بکنه. برجام همجور که عرض کردم به راستی برای ایران امیدوار کننده بود و موفق بود. ما تولیدمون در و صادراتمون به طور کلی در پیش از امضای برجام یه چیزی حدود 1 میلیون بشکه در روز بود و با افزایش تولید در حد 150% این رقم خیلی بالایی بود و الان به عرض کردم 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده. بنابراین در شرایطی که درآمدهای ارزی مملکت به مراتب گسترده تر و بهتر شده، خب مردم چیزی سخنی راجع به این مطلب نمیگن و راجع به موفقیت این برنامه صحبتی نمی کنن. خب آقای ابن یوسف فکر میکنید چرا الان آقای کهالزاده اشاراتی کردن به مواردی که میگن ناکارآمدی دولت آقای روحانی هست، ناکارآمدی دولت آقای روحانی در رده های مختلف، فکر میکنید که آیا واقعا اطلاع رسانی مشکل داشته یا قبول دارید که در بخشی بعضی از موارد نارسایی هایی بوده؟ حتما بوده که یه همچی تأثیر بدی هم گذاشته، ولی فقط واقعا مسئله فنی نیست. اون چیزی که بنده عرض کردم این بود که بخش نفت کارشو درست انجام داده. اکثرا تولیدات ما برای تأمین مخارج کشور تا حدی واقعا کارشو به نظر من درست انجام داده. مشکل درآمدهای ارزی واقعا نیست. تراز تجاری ما هم اون اندازه عوض نشده. ما در شرایط فعلی به مراتب بیش از گذشته داریم تولید ارز میکنیم و بدبختانه تنها در مورد واردات ایران در سال گذشته یه چیزی حدود 10 میلیارد دلار بیش از سال قبلش شده بود. با کنترل اونها شاید بشه مشکل تراز ارزی رو تا حد زیادی حل کرد. ولی مشکل همجوری که دوستانم فرمودن، مشکل واقعا جای دیگری است و من هم راه حلی واقعا برای اون بخش ندارم. ولی میتونم عرض بکنم که شرایط رو واقعا باید با شرایط زمان تحریم سازمان ملل مقایسه کرد و حتی با شرایط زمان جنگ، زمانی که ما تولیدمون به مراتب پایین تر بود، صادراتمون به مراتب پایین تر بود و جمعیت کشورم البته نصف الان بود و خیلی از مسائل فرق می‌کرد. بله، ولی شرایط بسیار دشوارتری ما داشتیم. ما در نخستین روز جنگ 50% توان پالایشی کشور از بین رفت. در دوران جنگ تمام پالایشگاه‌های کشور بارها مورد حمله قرار گرفت. ما سالی 2 میلیارد دلار فقط فرآورده‌های نفتی وارد می‌کردیم. بله. در بخش پتروشیمی شرایط بسیار دشوارتری داشت. سالی 2 میلیارد دلار ما فقط فرآورده‌های شیمیایی پتروشیمی وارد می‌کردیم. هزینه خود جنگ که هزینه بالا بود. بنابراین شرایط مملکت چه از نظر فشارهای خارجی، چه از نظر سطح درآمد و چه از نظر هزینه ها به مراتب دشوارتر بود. بنابراین اگر اون مطلبی رو که فرمودن راجع به تقاضای برای دلار که یه بخش عمده ایش واقعا اینا دیگه مسئله دولت نیست، مسئله نظام نیست، اینها افراد هستن که متقاضی این گرفتن دلار هستند و نگه داشتن دلار، به خاطر اینه که خب ترس و وحشتی دارن که سرمایهشون ارزشش رو از دست بده. بنابراین مشکل اصلی واقعا اون هست و مسئله اطلاع رسانی هم که عرض کردم به اون دلیله که اگر مردم این ترس رو داشته باشن، خب توجه بیشتری به دلار یا ارزهای دیگه میکنن، وگرنه دلار نسبت به ارزهای دیگه ارزشش بالاتر نرفته. این یه تاثیر روانی است که همونجوری که فرمودین متاسفانه ما در ایران مشاهده میکنیم. آقای آزمی، وقتی آقای ابن یوسف صحبت میکنن شما سرتون رو تکون میدین، من میخوام ببینم که نظر شما چی است با توجه به اینکه امروز در این نشست سران سقوه صحبت هایی هم مطرح شده در مورد برخورد جدی با اخلالگران اقتصادی. دو سه روز پیش هم تیتر کیهان بود اعدام. فکر میکنید که چقدر واقعا این برخورد جدی که الان به نظر میاد در دستور کاره میتونه مشکل رو حل بکنه؟
ببینید این رو هم اگر باز به سابقه رسانه های مختلف تصویری و حالا چاپی شما برید، باز از همون دقیقا دهه 50 این رو میبینید. دهه 50 شمسی پول نفت، در واقع قیمت نفت بالا میره، درآمدهای ارزی دولت بالا میره، پول رو وارد اقتصادی میکنن که توانایی و کشش رو نداره، تورم ایجاد میشه، در واقع پدیده اقتصادی هست، بعد مبارزه با گرانفروشی رو از کجا آورده ای. این دقیقا دهه 60 تکرار میشه، دهه 70 تکرار میشه، دهه 80 و حالا هم دهه 90. متاسفانه اینها تماما موضوعات اقتصادی هست و تنها راه حلش برخورد با در واقع متغیرهای اقتصادی و سیاست‌گذاری اقتصادی است. ما در همین ترکیه در یکی دو ماه اخیر تقریبا مشابه ایران وضعیتی رو داشتیم که نرخ لیر شدیداً در واقع افت کرد نسبت به دلار و در واقع اکسچنج ریت خیلی افزایش پیدا کرد، با وجود اینکه در واقع دولت مردا و سیاسیون سعی کردن دخالت بکنن، بانک مرکزی ترکیه در واقع استقلال خودش رو حفظ کرد، در یک ماه دو بار نرخ بهره رو افزایش داد، تقریبا بازار رو به یه وضعیت آروم می‌رسوند. تمام این تجربه ها در کشورهای مختلف دنیا وجود نداره. این بحث که تمام رو بندازیم گردن مسائل سیاسی و روانی و این مسائل، در واقع شانه خالی کردن از مسئولیت هست و اینکه خب اگر نمیتونن واقعا آقایونی که در حوزه سیاست گذاری اقتصادی دارن کار میکنن، جاشون رو بدن به کسانی که میتونن این کار رو بکنن. ما افراد خبره تو این زمینه کم نداریم که بتونن اقتصاد رو با متغیرهای اقتصادی کنترل بکنن. بله. در روسیه به دلیل تحریم ها این اتفاق میفته، بانک مرکزی روسیه یه در واقع مجموعه سیاست های اقتصادی رو در پی میگیره که ارزش روبل اونقدر افت نمیکنه. در نروژ ما داریم که به جای اینکه درآمد نفت رو وارد کشور بکنن، در یه صندوق به دیگه بین‌المللی در واقع این رو سرمایه گذاری میکنن. راه حل ها وجود داره، منتها ما در ایران سیاست گذاری اقتصادیمون روش آزمون و خطاست به دلیل اینکه علم اقتصاد رو سیاسیون ما نمیپذیره. آقای کوالزاده، آقای آزرمی اشاره جالبی کردن به بعضی از کشورهای دیگه که تجربه های مشابهی دارن. ما کم نداریم کشوری که به هر حال با مشکلات جدی سقوط نرخ ارزشون دست و پنجه نرم کردن، ونزوئلا هستن، زیاد هستن. بحث این هستش که آیا ایران با توجه شرایط خارجی که داره، شرایط بین المللی که داره، فقط با تغییراتی در داخل اقتصاد خودش میتونه این مشکلات رو حل بکنه یا نه، اونطور که الان بسیاری از سیاستمداران ایران میگن، ایران باید مشکلاتش رو با بیرون از ایران اول حل بکنه؟ ایران به نظر من گام اولش این هستش که مشکل رو در مجموعه این نظام سیاسی بپذیرن که یک تهدید جدی برای موجودیت جمهوری اسلامیه و اون ابزاری برای حذف رقیب نیست، و بعد اقتصاد رو به عنوان اصلی ترین اولویت حکومت انتخاب کنن که اتفاق نیفتاده، تا بعد بتونن در سیاست منطقه ایشون تجدید نظر بکنن و بعد بتونن از اون، اگر این امکان وجود داشته باشه، با انسجامی که ایجاد میشه با ما، هنوز شاید شروع تحریما نیستیم، یعنی اثر روانی که هستش که واکنش که مردم نسبت به تحریما دارن و رقابت‌های سیاسی، تا مادامی که دولت نتونه و مجموعه حاکمیت نتواند در حقیقت به یک انضباطی برسه و یک تلقی واحدی از بحران برسه و دولت در سایه مجموعه حاکمیت که خودش این بحران را ایجاد کرده به دنبال کاهش بحران و به دنبال انسجام داخلی، آزادی سیاسی داخلی، بحث‌های توجه مردم و تلاش برای حتی شوکای مثبت کوچیک میتونه شرایط رو خیلی آروم بکنه، ولی تا مادامی که مسئله ما رو با دنیا و بحثمون رو سر برجام نتونیم حل بکنیم، علارغم زورگویی که آمریکا داره انجام میده، ما نخواهیم تونست در حقیقت اتفاق ویژه‌ای بیفته. مسئله این استش که تلقی تحریم کننده ای که به غرب و ایالات متحده است، این است که شرایط اقتصادی ایران مناسب نیست و این شرایط میتونه فشار اقتصادی خارجی میتونه به فشار سیاسی داخلی تبدیل بشه و حکومت تغییر بده. تغییرش تنها در صورت اتفاق میفته که این مکانیزم رو نشون بدیم به صورت عینی که کار نخواهد کرد، و این هم راهی جز بازگشت مردم به آرام کردن مردم، توجه به اونها نیست، و ما متاسفانه نشاید این روند نیستیم، شاید این هستیم که حتی از فرصت تحریم ها برای زدن دولت روحانی برای تغییر رو دارن استفاده میکنن تا قدرت رو به صورت یک جا به دست بگیرن، و این بسیار بسیار میتونه برای منافع ملی و موجودیت ایران در مجموع این ماجراجویی خطرناک باشه و بحران درست بکنه و ما رو به سمت ناکجا آباد ببره. آقای ابن یوسف، شما در مورد وضعیت فعلی برای ما توضیح دادید که هنوز چیز زیادی تغییر نکرده، اما تا یکی دو ماه دیگه قرار هست که اون تحریم های آمریکا عملی بشه، اجرایی بشه. آیا اون موقع هم وضع همین شکلی خواهد موند یا تغییرات جدی رو باید پیش رو داشته باشیم؟ حد اکثر تغییری که پیش بینی میشه در حال حاضر اینه که
ایران توان صادراتی نفتش رو یه چیزی حدود 500 هزار بشکه رو از دست بده. یعنی هنوز هم بیش از 1 میلیون بشکه در روز ما افزون بر اون چیزی که قبل از برجام داشتیم میتونیم صادرات داشته باشیم. یعنی بیش از 100% افزایش نسبت به زمانی که تحریم‌های بین‌المللی شامل حال ما میشد. بنابراین از نظر کل میزان تولید و درآمدهای ارزی شرایطمون ما چندون واقعا متفاوت نخواهد بود، هرچند که مسلماً فشارهای سیاسی به وجود خواهد آمد و گرفتاری‌های ما خواهیم داشت. اما مطلبی که من می‌خواستم اضافه بکنم این هست که درست یک برنامه منسجم اقتصادی و درستی میتونه مسلماً خیلی کمک بکنه، اما آیا هیچ کدوم از آلترناتیوهای موجود فقط با داشتن یک گروه اقتصادی قوی میتونن واقعا یک نظم مرتبتر و بهتری به این شرایط بدن یا نه؟ من واقعا این رو نمیبینم. یعنی هیچ گروهی، یعنی تنها فقط با داشتن اقتصاددونهای بهتر و مرتبتر شاید این مشکل رو نتونن حل بکنن. شاید میهمانان عزیزتون در برنامه بتونن این یه مقداری راجع به این مسئله صحبت بکنن. آقای ابن یوسف، ما هم خیلی دوست می‌داشتیم که اگر وقت می‌بود ما بیشتر صحبت می‌کردیم، اما متأسفانه وقت اینجا تموم میشه. آقای ابن یوسف ممنونم از شما، آقای کاوزاده، آقای عظمی ممنونم که به این بحث با ما پیوستید. این بود صفحه 2 این هفته. این برنامه برای یک هفته در صفحه 2 در وبسایت ما bbcpersian.com/صفحه 2 در دسترس هست. همینطور میتونید برنامه رو روی فیسبوک هم ببینید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/صفحه 2 @bbcpage2. آدرس توییتری ما هست که آدرس های صفحات مربوط به یوتیوب و پادکست اونجا قرار میگیره. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتون خوش.